ریتم از طریق پستان یک افسانه نیست و اتفاق می افتد. نوک پستان ها در هنگام تحریک جنسی بسیار حساس و سفت می شوند و اگر در هنگام رابطه زناشویی مرد بداند که چطور آن را به اوج لذت برساند، زن ممکن است از طریق تحریک نوک پستان به اورگاسم برسد. البته میزان آن به حساس بودن نوک پستان که می توان آن را افزایش داد، زمان صرف شونده و روش صحیح برای انجام این کار بستگی دارد که در این ویدیو از زنیکس تیوی توضیح خواهم داد. قبل از شروع به این نکته اشاره می کنم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدید، حتما کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. روش اورگاسم پستان این است که به طور مداوم با پستانها و نوک آنها بازی کرد و آنها را مکید و ماساژ داد. ماساژ باید از اطراف پستان آغاز شود و نهایتاً به نوک آن ختم شود. این عمل می تواند با دست یا با دهان انجام شود، اما بهتر است با هر دو انجام شود. بازی کردن به وسیله زبان و لب نقش مهمی دارد و همچنین مکیدن نوک پستان بسیار مهمی باشد که باید این کار تداوم داشته باشد. نکته اول زمان است. زمان در این کار نقش اساسی دارد. یعنی اینکه اگر شما برای اولین بار می‌خواهید از طریق پستان به اورگاسم برسید، باید زمان زیادی را صرف کنید تا به اورگاسم برسید. اما در دفعات بعد خیلی زودتر به اورگاسم می رسید، به شرط آنکه این کار را تکرار کنید و رها نکنید. نکته دوم این که زمان انجام این کار به آلت تناسلی خود دست نزنید و فقط روی پستانهای خود تمرکز کنید. نکته سوم، می توان پستانها را به وسیله مواد لغزنده کرد که کمک زیادی به تحریک آنها می کند. نکته چهارم، وقتی به اورگاسم رسیدید پستانها را باز ماساژ و فشار دهید، زیرا هم لذت بیشتری میبرید، هم برای دفعات بعد پستانها حساس‌تر شده و آمادگی بیشتری پیدا کردند و راحت‌تر به اورگاسم میرسید. نکته پنجم، لمس و خوردن سینه در کنار مالش کلیتوریس میتواند زن را به آسمان ببرد. قبلتر در زنیکس تیوی آموزش تحریک خانم ها را از طریق ماساژ کلیتوریس توضیح دادم. نکته پنجم، در دوران نامزدی بهترین روش ارضای زنان بدون برقراری رابطه کامل تحریک همزمان به وسیله کلیتوریس و سینه هاست. توجه، تحریک نوک پستان در خلال 3 ماه آخر دوران بارداری ممنوع می باشد، زیرا باعث افزایش هورمون اکسیتوسین در بدن و انقباض رحمی و سرانجام زایمان زودرس می باشد. اما چطور مردان می توانند مطمئن شوند که به درستی در حال تحریک سینه های زنان هستند؟ رنگ نوک سینه تغییر می کند. رنگ نوک و اطراف سینه از قرمز و صورتی تا قهوه‌ای روشن و یا تیره تغییر می کند. رنگ نوک پستان خانم ها در اثر داروهای ضد بارداری و همچنین در دوران بارداری تیره و تیره تر می شود. نوک سینه اندازش بزرگ و کوچک می شود. در اثر تحریک جنسی نوک سینه به بزرگترین اندازه خود می رسد. اما همیشه بزرگ شدن آن نشانه تحریک جنسی نیست. گاهی سرما و یا تماس با لباس زیر باعث بزرگ شدن آن می شود. 10-20% زنان نوک سینه وارونه دارند. منظور از نوک سینه وارونه این است که نوک سینه بزرگ نمی شود. به این مفهوم که اگر نوک سینه تحریک شود و یا در اثر سرما و هر دلیل دیگری بخواهد بزرگتر شود، از بیرون چیزی دیده نمی شود. این زنان برای شیردهی گاهی به مشکل برمی خورند که راههایی برای بیرون آوردن نوک سینه وجود دارد. اما به هر حال این یک مشکل خطرناک نیست و کاملا طبیعی است. اورگاسم سینه برای زنان یک واقعیت است که برای برخی از خانم‌ها اتفاق می‌افتد.
به هر حال نوک سینه در هنگام تحریک جنسی بسیار حساس و سفت می شود و اگر در هنگام رابطه زناشویی مرد بداند که چطور آن را به اوج لذت برساند، زن ممکن است از طریق تحریک نوک سینه هم به اورگاسم برسد. البته میزان آن کاملا به حساس بودن نوک سینه بستگی دارد. نکته مهم این است که این یک واقعیت است و اتفاق می افتد. کافیست خانم ها همسر خودشان را در این مورد بیشتر راهنمایی کنند تا به این حس لذت بخش برسند.